با سلام به همه شما فارسی زبانان عزیز هر کجای دنیا که هستید. یک بار دیگه به خونه های شما عزیزان اومدیم با یکی دیگه از سری برنامه های نور و نمک. با یک مبحث دیگه ای از مباحث روانشناسی و کمک گرفتن از کلام خدا مجدداً در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطوری که توی برنامه های قبلی بهتون قول داده بودم، در این برنامه میخواییم به سراغ یکی از مباحث بسیار جذاب که جالبه بدونید هم برای مردم عادی و هم حتی برای خود دانشجوهای روانشناسی این مبحث همیشه مبحث جذابی بوده. مبحث شخصیت و اختلالات و مشکلاتی که در مورد اون به وجود میاد. حتما همه ما بارها این کلمه رو شنیدیم یا شاید حتی خودمون ازش استفاده کردیم که فلانی آدم بیشخصیتیه یا فلانی خیلی آدم متین و با شخصیتیه. و در واقع هدفمون از گفتن این کلمات این بوده که فلان فرد شخصیت بهتری داره یا خصوصیت‌های بهتری توی شخصیتشه یا برعکس. جالبه بدونیم وقتی بخوایم به لحاظ علمی به این مبحث نگاه کنیم، در واقع هیچ کس کمتر یا بیشتر از این مبحث برخوردار نیست. کسی کمتر نمیتونه شخصیت داشته باشه یا بیشتر، چون اصلا مفهوم شخصیت چیزی نیستش که بشیم اون رو کمی تعریف کرد. مکتب‌های مختلف روانشناسی برای این کلمه مفاهیم و تعریف‌های مختلفی دارن. اما چیز کلی که میشه ازش فهمید این هستش که شخصیت در واقع به یک سری از الگوهای رفتاری، فکری و احساسی گفته میشه. در واقع چجوری میتونیم بفهمیم که یک فرد بالغ شده و به یک فرد بزرگسال تبدیل شده؟ معمولاً اینطوری که میشه اون آدم رو تعریف کرد. چرا؟ به دلیل اینکه یک سری از افکار، یک سری از الگوهای احساسی و رفتاری در مورد اون آدم ثابت شده. و جالبه بدونیم که همین الگوها ما رو از دیگران منحصر به فرد میکنه. خیلی جالبه، همونطوری که اثر انگشت هر کدوم از ما آدم‌ها از دیگری متفاوته، حتی دانشمندا کشف کردن که نوک موی هر فرد با دیگری شکل متفاوتی داره. همونطور که صورت ما هر چند هم که شبیه به هم باشیم، فرض کنید خواهر برادرهای دوقلوی همسان، اما باز هم تفاوت‌های در مورد اونها وجود داره. شخصیت هم دقیقاً همینه، یک الگوی ثابت برای همه وجود نداره و هرگز توی دنیا دو تا آدم با شخصیت کاملاً مشابه وجود نداشتن. چرا که این شخصیت از تجارب مختلفی که ما تو زندگی داشتیم، از اتفاقایی که برامون افتاده، از مسائل ژنتیکی و از مسائل محیطی که در اون قرار گرفتیم تشکیل شده و حتی بین خواهر و برادرهای دوقلو هم همونطوری که گفتم متفاوت است.
یکی دیگه از مسائلی که در مورد شخصیت میشه به اون اشاره کرد، ثبات اون هست. یعنی این الگوها بعد از یک سنی در شخصیت ما اینقدر تکرار میشن تا ثابت میشن. در واقع همه این مسائل احساسی، رفتاری و فکری روی همدیگه تأثیر میذارن. پس در واقع میشه گفت این الگوها درون ما نظاممند هستن، با هم در ارتباط هستن و از یه جایی به بعد ثابت میشن، شکل میگیرن در درون ما و به شخصیت ما شکل میدن، طوری که ما میتونیم دیگران رو تعریف کنیم. تو فرهنگ ما فارس‌زبون‌ها و ایرانی‌ها خیلی مرسوم هست که دوست داریم کسی رو که برای اولین بار میبینیم تعریف کنیم توی ذهن خودمون. شروع میکنیم روی رفتارهاش، روی گفتارش، روی بیان احساساتش، بیان افکارش فکر کردن و زوم کردن. و بعد از یک مدتی که میگذره و دوباره و دوباره اون فرد رو میبینیم، به دنبال نشونه های مشابه با رفتار امروزش و بار قبلی که دیده بودیمش میگردیم تا بتونیم اون فرد رو تعریف کنیم. در واقع یه جورای همه ما به این مبحث علاقه من هستیم که بدونیم شخصیت فلان فرد که تازگی باهاش آشنا شدیم چه جور شخصیتیه. مثلا میگیم فلانی شخصیت ثابت و محکمی داره، فلانی شخصیت خوب و مؤدبی داره، یا فلانی شخصیت ثابتی نداره و مدام افکارش و احساساتش رو تغییر میده، خودش رو با جمع سعی میکنه وقف بده و این شاید به نظر ما خوب نیاد. در هر حال مبحثی که داریم در مورد اون حرف میزنیم شخصیته و مشکلاتی که توی این شخصیت میتونه ایجاد بشه. یکی از روانشناسای مهم دنیا به اسم کارن هورنای اینطوری برای ما مثال میزنه که فرض کنین توی یه محله زندگی میکنیم که یک محله بسیار ناامنه و توی این محله بسیار ناامن همه یه جورایی به فکر این هستن که حق دیگران رو پامال کنن و حق خودشون رو به زور بگیرن، چون هیچ چیزی در اون ثبات نداره، احساس امنیت توی اون محله وجود نداره و در واقع قانون قلدربازی توی اون محله حاکمه. تو محله اگر مراقب خودت نباشی حقت رو از بین میبرن، ازت سوء استفاده میکنن و به حقوق تجاوز میشه. و برعکس اگر میخوای بتونی دوام بیاری باید سعی کنی و تلاش کنی که تو حقوق دیگران رو پامال کنی و تو به زور حقت رو از بقیه بگیری. توی همچین محله ناامنی فکر میکنین افراد به چه شکلی عمل میکنن؟ این روانشناس میگه معمولا افراد توی یک چنین وضعیت ناامن و بی‌ثباتی که قرار میگیرن توی چنین کشوری، شهری یا محله و جامعه‌ای به سه شکل عمل میکنن که در واقع هر یک از این عملکردها رو یک نوعی از شخصیت مطرح میکنه. البته شخصیت‌هایی که سالم نیستن و در برابر وضعیت ناامنی که قرار گرفتن شخصیت‌های معیوبی شدن. یکی از اون شخصیت‌ها همون شخصیت قلدره که حق بقیه رو از بین میبره، یه جورایی خودش رو همه کاره و همه فن حریف معرفی میکنه به محیط اطرافش و همه ازش حساب میبرن و اون خودش رو مسئول گرفتن حق خودش از بقیه میدونه و خودش رو در واقع رئیس محله یا اجتماع خودش معرفی میکنه، با قدرت طلبی و قلدری همه چیز رو پیش میبره. ممکنه بعضی از افراد احساس کنن خب من اینقدر در خودم توانایی نمیبینم که بتونم به دیگران زور بگم یا از پس یک همچین محله ناامنی بر بیام، پس راه حل چی میتونه باشه برای من تا بتونم تو این محله زندگی کنم و با مردم تعامل داشته باشم؟ شاید راه حل این باشه که به یکی از این آدمهای قوی بچسبم، همون چیزی که قدیمترها به اون میگفتن نوچه، که یه سری افرادی که به قول خودشون گندلات محل بودن و قلدر بودن توی هر محله‌ای وجود داشتن توی جامعه سنتی. شاید تو فیلم‌های فارسی اینو دیده باشید و یه دم نوچه اونا بودن که دور و برشون بودن، مدام اونها رو حمایت می‌کردن، مجیزشون رو می‌گفتن و ازشون تعریف می‌کردن و هر زمان که اون قلدر محله به اونها پاداشی می‌داده یا ازشون تعریفی می‌کرده اونها رو تایید می‌کرده در خودشون احساس ارزشمند بودن می‌کردن. شاید همه شما فیلم شهرزاد رو دیده باشید یا حداقل بعضیاتون این فیلم رو دیده باشید. توی این فیلم یک الگویی از رفتار افرادی که قلدرتر هستن و افرادی که انگار که خودشون رو زاده برای خدمت کردن به اونها میدونن میشه دید. خوش اومدید. خوش اومدید. بفرمایید.
خوش اومدید. خوش اومدید. بفرما. آیون خوش اومدید. بفرما. خوش اومدید. خیلی خیلی خوش اومدید. بفرما. بفرما. بزرگ آقا. چاکریم. جان نثار مخلصیم آقا. شما فقط جون بخوا. ما برادران هفت کچلون دو دستی در بس مخلص آقاییم. خیالتون تخت تخت باشه آقا. همه چی رو براز. بارکالله. بارکالله. ممنونم آقا. آقا شب تارمون روشن شد به جمال شما. اگه نگفتم، اگه نگفتم فردا صبحی به خورشید خانم، آخه زیپوری واسه چی در اومدی؟ بزرگ آقای ما خودش خورشیده. تو چراغ نفتی هستی، برگرد برو خونت. آره فردا به نفع همه هست تو خونه بمونه. خاک پاتون این بزرگ آقا، به سرتون قسم فردا هر جلزه گوشت خانین وطن و جلو یه خورشید کباب میکنیم تا درس و مشق بشه برای همه قرتی باقالیا. اما دلمون میپوسه آقا، فردا وسط میدون با همه رفقا به شاتار شطور، اون وقت آقا موشه عبون تو زندون تو خنبرک قطار قطور. بی حول و واهمه اونم درست میشه. همینطوری که با هم دیگه شخصیت های این فیلم رو دیدیم، شاید با خودتون فکر کنید دوره این تیپ شخصیت ها واقعا دیگه سر اومده. اگه میشه توی این روز و روزگار هم هنوز اشخاصی وجود داشته باشن که تا این حد بخوان که از دیگران مراقبت کنن یا خودشون رو نوچه و مجیزگوی دیگران ببینن. باید بهتون بگم این فقط یک رسم قدیمی نبوده، بلکه یک اختلال توی شخصیت آدم ها که توی دوره های مختلف به شکل های مختلف خودشو نشون میده. جالبه بدونید همین امروز هم آدم هایی هستن که به طور کلی همین رفتار رو از خودشون نشون میدن، همین احساسات و همین طرز فکر رو دارن، فقط شکلش امروزی تر شده و دیگه شبیه لاتای گذشته نیست. همه ما حتما آدم هایی رو دوروبر خودمون دیدیم که مدام از دیگران تعریف میکنن، به دیگران سرویس میدن و براشون از هر چیزی مهمتر اینه که دیگران اونها رو تایید کنن. اون شخصیتی که بهش میگن مهرطلب، توی روانشناسی این شخصیت رو به عنوان شخصیت مهرطلب تعریف میکنن. محله‌ای که کارن هورنای بهش اشاره میکرد محله ناامنی بود که افراد در اون محله تصمیم میگرفتن به شکلی برای ناامنی و احساس امن نبودن، استرس و استرابی که بهشون دست میداد غلبه کنن. گفتیم بعضی از اونها شروع به قلدری و کنترل بقیه میکردن. بعضیاشون که این قدرت رو در خودشون نمیدیدن سعی میکردن به افراد قلدر بچسبن و بعضیاشون هم کلن درها رو به روی همه میبستن. و جالبه بدونیم که این محله ناامن اگر از من بپرسید کجا هست، بهتون بگم در درون ماست. اون عینکیه که هر کدوم از ما برای دیدن زندگی به چشمامون میزنیم. اولین برخوردهایی که ما با زندگی و دنیای اطرافمون داریم این حس رو در ما شکل میدن که دنیایی که توش زندگی میکنیم جای امنیه یا نه. این که تا امروز والدینمون با ما چطوری برخورد کرده باشن، زمانی که خیلی کوچیک بودیم چجوری به نیازهای ما رسیدگی میکردن، آیا احساس امنیت میکردیم یا حس میکردیم گاهی وقتا این رسیدگی وجود داره و گاهی وقتا نه، بدون اینکه دلیل اون رو متوجه بشیم. گاهی وقتا انقدر از همون حمایت میشد که حس میکردیم پس دنیا چقدر جای ناامنیه که انقدر بزرگترهای ما نگران ما هستن و این نگهداری و مراقبت بیش از حد خودش در ما احساس ناامنی به وجود می آورد. شاید بعضی وقتا تجربیاتی توی زندگی برای ما پیش اومده که بیشتر و بیشتر این فکر رو در ما تقویت کرده که جهانی که در اون زندگی میکنیم جای امنی نیست، امنیتی وجود نداره و یک استرس و استراب همیشگی در وجود ما به وجود اومده باشه. جالبه بدونید که یکی از این شخصیت ها همیشه با آدم ها هست، با آدم هایی که این احساس ناامنی رو تجربه کردن و ممکنه توی دوره های مختلف زندگی تغییر کنه. به این بستگی داره که با کدوم یکی از این شخصیت‌ها بهتر بتونیم این احساس ناامنی رو در خودمون از بین ببریم و ممکنه توی دوره‌های مختلف زندگی تغییر کنه.
به طور مثال ممکنه یک فردی توی یک دوره از زندگی شروع به قلدری کنه و اگر احساس کنه که این نمیتونه برای اون آرام بخش باشه به سراغ رفتار مهطلب بره و وقتی که از اون هم نتیجه ای نگرفت ممکنه در رو روی همه ببنده و بگه اصلا دنیا جای خوبی نیست، اصلا آدم خوب وجود نداره، ترجیح میدم با هیچ کس رفت آمد نکنم، ترجیح میدم هیچ کس رو به زندگی عاطفی و شغلی خودم و حتی توی زندگی خانوادگی خودم راه ندم. شما چطور دوست عزیز؟ تا حالا شده با یکی از این شخصیت ها توی درون خودتون برخورد کنید؟ یا توی دوروبر خودتون آدمایی رو میشناسید که یکی از این حالتها رو داشته باشن؟ امروز بیشتر از هر کدوم از اینها میخوام در مورد شخصیت مهرطلب باهاتون حرف بزنم. شخصیتی که توی فرهنگ ما زیاد دیده میشه. آدمهایی که خود واقعیشون رو فدای گرفتن تایید از دیگران میکنن. در واقع احساس ارزشمند بودنشون در گروه تایید گرفتن از بقیه است. اگر بتونن توی جمعی و جایی کاری رو انجام بدن احساس خوبی دارن و اگر نه، نه. احساس خوب خودشون رو از دست میدن. بدون اینکه توجه داشته باشن که این رفتار چقدر بیشتر اونها رو دور میکنه از خود واقعیشون و چقدر میتونه به اونها آسیب بزنه. با ما همراه باشین تا بیشتر به این مبحث برسیم که چنین افرادی چه خصیصه های رفتاری دارن و چطور میشه به این رفتارها غلبه کرد. با درود و سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید. خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه نور و نمک در خدمت شما عزیزان هستم. در رابطه با شخصیت مهرطلب به سراغ شخصیت قائن میریم در کتاب پیدایش، شخصیتی که دنبال گرفتن توجه و مهر بود، حتی توی رابطه خودش با خدا سعی میکنه که دنبال توجه و مهر و محبت خدا باشه و وقتی که این توجه رو نمیگیره ما میبینیم که چطور خشم و حسادت خودش رو نشون میده، بروز میده، تا حدی که برادر خونی خودش رو به قتل میرسونه. و این نوع ارتباط ممکنه که توی خیلی از ماها، توی اغلب از انسانها وجود داشته باشه که وقتی میخوان محبتی بکنن به دیگران دنبال گرفتن مهر و توجه دیگران هستن و وقتی که این برآورده نمیشه از خودشون مثل قائن خشم و حسادت و اینها رو بروز میدن و اینا نشانه هایی که ما میتونیم دریافت کنیم. پولس توی رابطه یهودیان رو با خدا به این شکل تعریف میکنه در رومیان فصل 10 آیه 3، میگه که اونها عدالت و رحمت خدا رو نشناختن، خواستن عدالت خودشون رو ثابت کنن و به عبارتی با خدا میخواستن معامله بکنن. شما دوست عزیز امروز محبتی که نسبت به خدا و به دیگران داری با چه تعریفی و با چه شکلی به دیگران نشون میدیم؟ تا بخش بعدی. اگر بخوایم بدونیم دقیقاً چه چیزی باعث میشه که ما آدم‌ها یکی از این سه رفتار رو انتخاب میکنیم، باید بهتون بگم در واقع همه چیز برمیگرده به اون عینکی که ما برای دیدن زندگی و دنیای اطرافمون به چشمامون زدیم. عینکی که از خیلی سال قبل توی زندگی ما به وجود اومده. در واقع اولین تجربیاتی که بین ما و دنیای اطرافمون اتفاق افتاده میتونه یکی از مهمترین علتها باشه که چقدر دنیای اطراف خودمون رو جای امنی دیدیم یا برعکس. میشه گفت وقتی که خیلی کوچیک بودیم این که والدین با ما چطوری برخورد کردن، چطور محبت خودشون رو در زمانهایی که نیاز داشتیم به ما دادن، آیا هر زمان که به این محبت نیاز داشتیم به طور مشخص اونو دریافت کردیم یا برعکس شاید هر موقعی که دلشون میخواسته این محبت رو و توجه رو به ما میدادن. شاید توی خونه ما یا توی محله و مدرسه‌ای که میرفتیم جو رقابتی شدیدی ایجاد میشده و مدام ما رو با دیگران مقایسه میکردن. و یا شاید فرض کنیم که وقتی یه اتفاقی میافتاده
ما رو سرزنش میکردن یا همیشه از ما میخواستن که کوتاهیه. یه بچه‌ای رو تصور کنین که بهش اینطوری گفته میشه: باید اسباب بازی که دوست داری به دوستت هم بدی که بازی کنه، وگرنه اونو از تو میگیریم. اولین چیزی که تو ذهن این بچه نسبت به دنیای اطرافش شکل میگیره اینه که دنیای اطرافم اونقدرام امن نیست. اگر کاری که دیگران میخوان رو انجام ندم، چیزهایی که دوست دارم رو از دست میدم. بچه‌هایی که بهشون گفته میشه وقتی عزیز هستی، وقتی محبت ما رو داری، که رفتاری رو که ما دوست داریم انجام بدیم، دقیقاً در اونها ناامنی به وجود میاد. چون فکر میکنن توی دنیایی که من زندگی میکنم همه چیز بستگی به خوب بودن و مورد پذیرش بودن من داره. این من هستم که تعیین میکنم که دیگران چطور با من رفتار کنن. در واقع من هستم که با رفتار خودم میتونم محبت دیگران رو بخرم و یا اونها منو طرد کنن. همه اینها میتونه دست به دست هم بده تا در وجود ما یک عینک بدبینی شکل بگیره و اون دنیای درونی ما در واقع همون محلیه که کارن هورنای بهش اشاره میکنه، محلی ناامنی که توش احساس استرس و استراب داریم و برای غلبه کردن به این استرس و استراب راه مختلفی رو پیش میگیریم. گفتم بعضی ها این خشم رو علنا نشون میدن با برتری طلبی نسبت به دیگران، دنیا رو ناامن میدونن و از پنهان کردن این ناامنی ابایی ندارن. به همین دلیل میگن من باید قلدر محله باشم، من باید همه چیز رو کنترل کنم، من باید امکانات به دست بیارم تا بتونم توی این دنیای ناامن احساس امنیت داشته باشم. و زمانی که این احساس ناامنی رو سرکوب میکنیم و دوست نداریم نشونش بدیم، برعکس سعی میکنیم از خودمون یه شخصیت با محبت نشون بدیم، شخصیتی که به دیگران سرویس میده، به همه میرسه، همیشه برای کمک حاضره. اما سوال اینجاست، آیا واقعاً پشت این رفتار محبت واقعی وجود داره؟ یا فقط میخوان که ترس ها و استرس هاشون رو پنهان کنن؟ محبتی که پشتش خشمه و نه یه محبت واقعی، در واقع یک اکت و نمایشی از محبت هست برای غلبه بر اون حس استراب، برای گرفتن تایید، چرا که احساس ارزشمندی خودمون رو گاهی وقتا از تاییدی که دیگران به ما میدن میگیریم. و این در واقع هرچه بیشتر ما رو از خودمون دور میکنه و به ما آسیب میزنه. دلایل زیادی وجود داره. همونطور که گفتم یه سری از اون دلایل رفتاریه که برای ما توی بچگی شکل گرفته. این که گاهی وقتا خیلی زیاد ما رو کنترل میکردن یا گاهی وقتا آدم های دور و برمون احساس میکردن اینقدر دنیا جای ناامنیه که باید بیش از حد ما رو حمایت کنن. و ناخودآگاه در ما این تفکر به وجود اومده که اگر دیگران اینقدر سعی میکنن از من حمایت کنن، پس قطعا دنیا جای امنی نیست. تمام این احساس ناامنی توی یکی از این سه شخصیت خودش رو نشون میده. و جالبه بدونیم که این سه شخصیت در دوره‌های مختلف زندگی این امکان رو دارن که در ما تغییر کنن. البته که توی هر زمان فردی که شخصیت سالمی نداره یکی از این سه شخصیت رو به طور ثابت با خودش داره، ولی ممکنه یک جایی به نتیجه این برسه که اون شخصیتی که انتخاب کرده قادر نیست به استرس و استرابش غلبه کنه. مثلا اگه تا امروز نقش یک آدم قلدر رو بازی می‌کرده، از این به بعد تصمیم می‌گیره که یه فرد مهربان باشه، از خودش یک نمایش محبت نشون بده، بهترین باشه، برای همه بهترین رو ارائه بده و از دیگران تایید بگیره. و وقتی از اون هم ناامید میشه، گاهی وقتا تصمیم میگیره در رو به روی همه ببنده و کسی رو به زندگی خودش راه نده. در واقع هیچ کدوم از این سه شخصیت همونطور که قبلا هم گفتیم سلامت نیستن و بستگی به این داره که از کدوم یکی از این مکانیزم‌های دفاعی استفاده کنیم. بحثی که امروز روی اون هستی مهربانی هست. مشکلی که خیلی زیاد توی جامعه می‌بینیم. آدم‌هایی که به دیگران کمک می‌کنن، اما کمکشون از روی بیماریه و نه از روی سلامتی و عشق. با هم دیگه دنبال می‌کنیم این بحث رو تا ببینیم چه علائمی ممکنه در ما وجود داشته باشه که نشون بده ما هم درگیر این مسئله هستیم و بعد از اون بررسی می‌کنیم از نظر روانشناسی و کلام خدا که چه کاری میتونیم برای این مشکل انجام بدیم.
دوستای عزیزم، میخوام که به سراغ دوتا از شاگردان عیسی، یعنی یوحنا و یعقوب پسران زبدی بریم. میدونید که یوحنا و یعقوب جزو اولین شاگردای عیسی بودن که به دنبال عیسی راه افتادن و او را شاگردی کردن. اینها مادری رو داشتن که یک روز مادرشون میاد و اونها رو پیش عیسی میاره و به عیسی میگه که عیسی، اگه ممکنه یکی از پسرای من در ملکوت، در پادشاهی تو، یکیشون بیاد سمت چپ تو بشینه و اون یکی بیاد سمت راست تو بشینه. و یک جور رقابت بین بچه های او و بین شاگردهای دیگه افتاد و شاگردهای دیگه عیسی هم دلخور شدن از این موضوع و ناراحت شدن. و در انجیل متی فصل 20 میخونیم که چه اتفاق میفته و جواب اونها رو عیسی به چه شکل میده، اونها رو چطور تعلیم میده. عیسی به اونها میگه که توی ملکوت خدا به این شکل نیست. سیستم ملکوت خدا اینه که کسی که میخواد بالاتر قرار بگیره دیگران رو باید خدمت کنه. و عیسی به اونها میگه که حتی خود من هم نیومدم که خدمت کرده بشم، بلکه تا دیگران رو خدمت کنم. عیسی در شب آخر میبینیم که چطور حوله میبنده، پای شاگردان رو میشوره و بهشون میگه این کاری که الان به شما میکنم شاید الان متوجه نشید، بعدن خواهید فهمید. شما من استاد میخونید، آقا میخونید، ربای میخونید، اما من دارم پای شما رو میشورم به عنوان یک غلام، به عنوان یک کاری که یک برده و یک غلام انجام میده توی خونه ها. شما هم به این شکل برید دیگران رو خدمت کنید. تا بخش بعد. چقدر تا حالا برای ما پیش اومده که توی یک جمعی قرار گرفتیم و احساس کردیم از اینکه نظر واقعیمون رو بگیم راحت نیستیم. نکنه افراد جمع ما رو قضاوت کنن، نکنه گفتن نظر واقعیم با دیگران مطابقت نداشته باشه و باعث بشه که من از جمع طرد بشم. خیلی وقتا سعی کردیم دو پهلو صحبت کنیم و همیشه یک جایی بذاریم برای اینکه در صورت لزوم نظر خودمون رو تغییر بدیم. بدون توجه به این که همه ای ما به عنوان یه فرد بالغ احتیاج داریم که یک چارچوب مشخص و یک نظر واقعی در مورد هر چیزی داشته باشیم، ولو اینکه دیگران با ما موافق نباشن یا خوششون نیاد. خیلی وقتا افراد مهرطلب مورد سوء استفاده قرار میگیرن، چرا که افراد فرصت طلب وقتی اشتیاق و داوطلبی اونها رو برای کمک کردن و نیازشون رو برای تایید گرفتن میبینن، از این موضوع سوء استفاده میکنن. شروع میکنن خیلی برنامه ریزی شده از اونها تعریف و تمجید میکنن. به طور مثال به اونها میگن واو، شما چه دستپختی داری، شما همیشه بهترین غذاها رو درست میکنی، شما برای انجام فلان کار معرکه هستیم. بدون اینکه این تعریف ها از صمیم قلب باشه، بلکه برای گرفتن چیزهایی که نیاز دارن از این افراد. بعد از یه مدت این افراد این احساس بهشون دست میده که من همیشه قربانی هستم، همیشه از من سوء استفاده شده. گاهی وقتا ممکنه واقعا هم از اونها سوء استفاده نشه، ولی این حس همیشه درشون وجود داره، حس قربانی بودن، جورایی از گرفتن ترحم دیگران، از اینکه مدام بگن دست ما نمک نداره، به هر کس خوبی میکنیم به ما خوبی پس نمیده، بلکه برعکس ازش بدی میبینیم. این جملات خیلی آشناست در بین افرادی که مهرطلب هستن. افراد مهرطلب براشون مهمترین مسئله گرفتن مهر و تایید از دیگرانه. انگیزشون از انجام هر کاری فقط جلب توجهه، فقط گرفتن توجهه. براشون نگفتن به آدمها سخته. همیشه دنبال رو هستن و سعی میکنن نظر خودشون رو نداشته باشن، بلکه نظرشون رو تابع بقیه بکنن، تا اینطوری بهتر بتونن تایید و محبت مورد نیازشون رو از بقیه داشته باشن. ماشین تو چیکار کردی؟ ماشین دیروز تعمیر و تعویض گرفتم. حالا بد نیست، تا ببینیم.
هزینه زیاد برداشت؟ نه خیلی، ولی خب یه ماشین یه خرجه باز کنه. اشکالی نداره، همین که درست بفرشه. سلام آقا شهرام. سلام، حال شما خوبه؟ خوبه، خوبه، مرسی. خیلی خوش اومدین. دیلفر خانم چطوره؟ خوبه، زنده باشه. سلام باشه. داشتم تلفن رو خواهرم صحبت می‌کردم. چطورم؟ خوبم؟ خدا رو شکر. میگه دارم کارا رو می‌کنم که مهاجرت کنم بیاد پیشمون. شما چی گفتین؟ حالا نمی‌دونم چی بهشون بگم. شاید بهشون بگم نیاد بهتره. چرا نیاد؟ مگه خودت اومدی؟ بد شده برات. اتفاقا هم بیام خیلی هم خوب میشه. آره راست میگه، زنگ میزنن فردا بیام کاراشونو کنم بیام. نه کجا باشن؟ اروپا چی داره مگه؟ هوای سرد و دوری و دلتنگی و... آخ گفته دلتنگی. آره زنگ میزنم میگم نیام. ای بابا، اصلا تکلیفت با خودت مشخص نیست. بالاخره آره یا نه؟ داریم حرف میزنیم. من برم دیگه، نیرو منتظرم. بذار براتون غذا گذاشتم. دستون در نکنم. مرسی. آره دیگه ماشینم فعلا اینجوری شد دیگه، بعد ببینیم چی میشه دیگه. بعدا دیگه شکایت نداره، این هزینه برای همه پیش میاد. مهم اینه که تن آدم سالم باشه. بیا اینم از این بشکن، این دست که نمک نداره. این همه زحمت بکش غذا درست کن بهش بده، یه تشکر خشک خالی هم از آدم نمیکنه. اگر وظیفه هم براشون غذا درست کنم ببرم. بیچاره که تشکر کرد، بیا اونم نکنه دیگه. یه همه زحمت بکش، هر جا میخوای بری روبی، هر کاری میخوام بکنن روبی، ترجمه دارن روبی، خرید میخوام برن روبی. رفت ایران نکرد یه سوغاتی برای من بیاره. یادت بر تولدش چی خریدم؟ کاده تولد من یادت چی خری؟ اصلا هیچ وقت اینا اونجور که باید از ما تشکر نکردن. من اصلا دارم با کی حرف میزنم؟ تو که همه سریف تو گوشیته. اریک فروم یکی از روانشناسای معروف میگه مهری که بابت گرفتن مهر دیگه یا توجهی باشه، در واقع یک مهر دادن بالغانه و واقعی نیست، بلکه اثر نیازهایی که ممکنه ما از کودکیمون با خودمون داشته باشیم. و گاهی وقتا ما پیرو به این عقیده هستیم که باید خودمون رو در نظر دیگران پیدا کنیم و به خودمون اعتماد نکنیم، و متاسفانه وقتی نظر دیگران به سمتی که ما میخوایم نمیره، ما دچار احساس ناامنی و نیاز میشیم، نیاز به این که نظراتی بر طبق اون چیزی که خودمون میخوایم دریافت کنیم، و برای رسیدن به یک چنین نیازی حاضریم هر کاری رو انجام بدیم. در واقع پشت این جور مهر ورزیدن ها عشق و علاقه و محبت واقعی نیست، محبتی که کلام خدا با اون محبت آگاپه میگه، بلکه فقط از سر نیاز این کار رو انجام میدیم، برای گرفتن مهر و توجه، و در واقع یک جور معامله است با دیگران که گاهی وقتا این معامله برای ما خیلی گرون تموم میشه. جالبه بدونیم چنین افرادی همیشه دو تا قانون دارن. قانون اول اینه که توی رابطه‌ای که هستن همیشه و همه لحظات باید صلح وجود داشته باشه، آشتی وجود داشته باشه، حتی زمانی که حق با اوناست باز هم کوتاه میان و عذرخواهی میکنن تا هر نوع بحث و اختلافی از بین بره، بدون توجه به این که با این کار به خودشون آسیب میزنن، همینطور به رابطهشون، همینطور به طرف مقابلشون این پیغام رو میدن که تو اصلا نیازی نیست، مسئولیت رفتار غلطت رو قبول کنی و حتی اگر هر رفتار بدی با من داشته باشی، باز هم در نهایت مشکلی برات پیش نمیاد، منو داری تو این رابطه، من هستم. و در واقع طرف مقابلشون رو ناخودآگاه خیلی وقتا تشویق میکنن به بدرفتاری با خودشون، و همین امر در وجود اونها احساس ناامنی بیشتری رو به وجود میاره و اونها رو بیشتر تلخ میکنه. قانون دومی که برای خودشون دارن این هست که همیشه طرف مقابلشون باید اونها رو دوست داشته باشه، تحت هر شرایطی باید با اونها بمونه، حتی اگر به نفعشون نباشه، برای ادامه دادن و موندن توی رابطه اصرار میکنن. اینقدر این کار رو می کنند تا به هر شکلی که شده فرد مقابل رو در رابطه نگه دارن، و اگر احیاناً به هر دلیلی فرد مقابل دیگه حاضر نباشه با اونها بمونه و از اون رابطه خارج بشه، فوراً به سراغ یه رابطه دیگه میرن. شاید از خودمون بپرسیم چطور ممکنه کسی که تا دیروز اصرار میکرد که در رابطه قبلی خودش بمونه، در ازدواجش بمونه، در دوستیش بمونه، در همکاریش بمونه، چطور فوراً سراغ فرد دیگه ای رفت؟ موضوع اینه که روابط برای اینجور آدم ها مثل یک دارویی میمونه که بهش اعتیاد دارن. در واقع آدم ها منبعی هستن که نیاز اونها رو بهشون میدن،
مثل بچه‌ای که اگر مادرش نباشه به هر حال جایگزینی برای مادرش پیدا میکنه تا بتونه نیازهاشو از اون بگیره و در واقع به روابط بالغانه نگاه نمیکنن. چنین افرادی به دلیل اینکه مهر زیادی به دیگران میدن در نگاه اول خیلی جذاب به نظر میان و خیلی هم ممکنه به سمتشون بیان، اما متاسفانه به دلیل زودرنج بودنشون، به دلیل غیر عادی وابسته بودنشون و به دلیل رفتاری که از خودشون نشون میدن دیگران رو کلافه میکنن و بعد از یه مدتی همون افرادی که خیلی راحت به سمتشون جذب شدن اونها رو تنها میذارن. اغلب مواقع با رابطه های شکست خورده مواجه میشن. دوستای عزیزم، میخوایم به سراغ فریسیان بریم که در فصل پنجم انجیل متی موعظه سرکو عیسی از اونها برای ما نمونه میاره و ما رو تعلیم میده. اونها شخصیت هایی رو داشتن که خیلی مهرطلب بود و دنبال توجه و احترام دیگران بودن و خب همه ما میدونیم وقتی که عیسی اومد همه توجه ها به طرف عیسی رفت، اونها خیلی ناراحت شدن و یکی از دلایل دشمنی اونها با عیسی همین موضوع بود، چون موقعیت و احترام خودشون رو توی مجامع عمومی از دست داده بودن. و در این حال اونها به افرادی جواب سلام میدادن که از نظر اونها، از دیدگاه اونها خیلی محترم بودن و روحانی تر بودن. اونها جواب باجگیران رو نمیدادن، جواب سلام اونها رو نمیدادن. گناهکاران، مشروبخواران، زناکاران، اینها تو کسایی که توی طبقات پایین جامعه قرار داشتن جواب سلام اونها رو نمیدادن، فقط جواب سلام افراد روحانی رو میدادن. و دشمنان کسایی بودن که بایستی که باید با اونها دشمنی میکردن. اینه که عیسی تو این فصل، تو این قسمت به ما میگه که و به مخاطبین خودش میگه که دشمنان خودتون رو حتی محبت بکنید و به شکلی نباشه که به کسایی احترام بگذاریم که فقط به ما احترام میگذارن. و عیسی به اونها میگه که باجگیرا هم همین کار رو میکنن، اونها هم به کسایی که دوستای خودشون هستن محبتشون میکنن، محبتشون رو برمیگردونن. پس دنبال مهر طلبی نباشیم. اگه محبتی میکنی خالصانه و از ته قلبت، از ته دلت این کار رو انجام بده. عیسی چنین تعلیمی رو به شاگردان و مخاطبینش میده که من و شما هستیم. میرسیم به مبحث درمان و تغییر دادن عادتهایی که از سر مهر طلبی هستن. دوستان، بهترین زمان برای درمان هر مشکلی زمانیه که به اندازه کافی از دست اون مسئله خسته شده باشیم، درد و رنجش رو کشیده باشیم. به طور مثال فردی رو در نظر بگیرین که وقت شناس نیست. وقتی که یک موقعیت کاری یا یک امتحان مهم رو از دست میده، اون زمان بهترین زمان برای تصمیم گیری برای تغییره. مهرطلبی هم میتونه همینطور باشه. وقتی که به اندازه کافی از محبت دادن‌های بیمارگونه خودمون خسته میشیم، محبت دادن‌هایی که از سر ضعف و از سر نیاز، اون زمان زمانیه که ممکنه تصمیم بگیریم که تغییر کنیم. اولین قدم میتونه این باشه که منطق‌های قوی که از سر ضعف در ما وجود داره نسبت به دیگران رو شناسایی کنیم. منطق‌هایی مثل این که من همیشه باید با همه مهربون باشم. من باید همه رو راضی نگه دارم. باید مراقب احساسات دیگران باشم. مبادا احساساتشون رو جریحه دار کنم. همیشه باید خوب، مهربان و عالی به نظر برسم. نباید احساسات منفی خودم رو به دیگران انتقال بدم. من همیشه باید شاداب، شیک، مرتب و سرحال باشم. همیشه باید آمادگی کمک داشته باشم. من نباید به دیگران نبگم. در واقع پشت همه این افکار محبت وجود نداره. چیزی که وجود داره ترس طرد شدنه. بهتره که این افکار رو در قدم اول شناسایی کنیم و در خودمون اونها رو پیدا کنیم. روش دیگه‌ای که میتونه به ما کمک کنه انجام یه سری از تمرین هاست. به طور مثال وقتی که اون منطق‌های غلط رو شناسایی کردیم، بیایم و اون منطق‌ها رو با فرمان‌های منطقی درست جایگزین کنیم.
به طور مثال این که من هرگز نباید از دیگران کمک بگیرم. همیشه باید قوی باشم. این رو میتونیم با این فرمان منطقی جایگزین کنیم. من هم آدم هستم. یه وقتایی تو زندگی نیاز به کمک دارم. در چنین مواقعی حق دارم که از دیگران کمک بگیرم. همونطوری که در مواقع لزوم خودم به دیگران کمک کردم. موضوع بعدی اینه که اون باورهای غلط رو توی ذهنمون تکرار نکنیم تا در ذهن ما خاموش بشن و برعکس باورهای جایگزین و صحیح رو مدام در ذهن خودمون تکرار کنیم و در موردشون به خودمون تعهد بدیم که از این به بعد بر طبق اونها رفتار میکنیم و هر جا که دوباره خواستیم برگردیم به باور قبلی مچ خودمون رو بگیریم. به این موضوع توجه کنیم که اگه میخوایم به دیگران محبت واقعی داشته باشیم و به اونها عشق و علاقه واقعی بدیم، مسئله که خیلی مهمه اینه که اول باید خودمون سالم باشیم. باید به سلامت جسم و روح خودمون بیشتر از قبل اهمیت بدیم. باید بریم سراغ عزت نفس آسیب دیدمون و سعی کنیم اون من ضعیف خودمون رو بسازیم و تقویت کنیم. منتظر گرفتن تایید از بقیه نباشیم، بلکه خودمون رو تایید کنیم. خودمون در خودمون نقاط مثبتمون رو ببینیم و اینقدر برامون تایید دیگران مهم نباشه. هر وقت به حس خوب نیاز داریم، اون حس خوب رو در درون خودمون بسازیم. چرا که همه چیز از درون ما خراب شده. پس بهتره به همونجا مراجعه کنیم تا بتونیم دوباره مسائل رو بازسازی کنیم. اینا میتونه تمرینایی باشه که به ما کمک کنه باورهای درست انقدر تکرار بشن تا ملکه ذهنمون بشن و باورهای غلط انقدر خاموش بشن تا کاملا از ذهن و رفتار و شخصیت ما بیرون برن. البته که اینها یک شبه اتفاق نمیفته و احتیاج به زمان داره، اما همونطور که گفتم قدم اول خسته شدن از درد و رنج اون مشکله و قدم دوم تعهد دادن به خودمونه که از شر اون مسئله خلاص بشیم. و اگه تا امروز اون مشکل زندگی ما رو کنترل می‌کرده، از امروز به بعد ما به هر شکلی که شده از شر اون مشکل خلاص بشیم و زندگی خودمون رو به طور سلامت در دست بگیریم. همونطوری که قبلا هم گفتم، نکته مهم اینه که ما این رو درک کنیم که خودمون در درجه اول باید به خودمون کمک کنیم. خودمون هستیم که باید خودمون رو تایید کنیم و اینقدر نیازمند کمک، تایید و مهر بقیه برای احساس امنیت داشتن نباشیم. این رو از خودمون دور کنیم و به خودمون بگیم من بدون تایید بقیه هم میتونم قوی باشم و میتونم روی پای خودم بایستم. به طور مثال وقتی که یه نفر بیش از حد داره وقتمونو میگیره، با این رفتار شروع کنیم. بدون اینکه ناراحتش کنیم، خیلی نرم و مؤدبانه عذرخواهی کنیم و بدون ترسیدن از اینکه مبادا ناراحت بشه، با خودمون منطقی فکر کنیم که اون هم باید درک کنه که من الان زمان ندارم. اگر میتونه این مسئله رو درک کنه، پس آدم بالغیه و میتونه برای من دوست خوب و مناسبی باشه. و اگر نمیتونه، حقیقتاً این مشکل اونه و نه مشکل من. من هم مثل هر کس دیگه ای محدودیت هایی دارم تو زندگی. نگفتن رو تمرین کنیم. هرچند که میدونم گاهی وقتا وقتی که شخصیت مهر طلب داریم برامون کار سختیه. راه های زیادی برای نگفتن وجود داره. اگر برامون سخته که همون اول مستقیم و رک به یکی بگیم نه، میتونیم بهش بگیم اجازه بده یه مقدار فکر کنم و بهت خبر بدم. در واقع مستقیم نگفتیم نه، ولی وقت خریدیم تا بتونیم فرضاً با یه پیام تلفنی نه خودمون رو بهش بگیم. یا میتونیم بگیم برای من امکانش نیست، اجازه بده از یه نفر دیگه بپرسم، ممکنه فلانی بتونه بهت کمک کنه. در واقع بدون اینکه به خودمون درد و رنج زیادی بدیم به اون نگفتیم. شخص رو میشناختم که برای نگفتن خیلی زیاد به خودش سختی میداد و هر زمان مجبور میشد به دیگران نبگه، درد و رنج زیادی رو میکشید. بعد از یه مدت این کار رو تمرین کرد. هر بار بعدش حالش بد می شد. استرس و استراب و تپش قلب می گرفت. اما رفته رفته متوجه شد که این کار درستیه و اگه می خواد
عنان زندگیش رو خودش به دست بگیره، مجبور گاهی وقتا یاد بگیره که به دیگران نبگه. و دید که بعد از نگفتن همه چیز روی سرش خراب نشد و زندگی و روابطش برخلاف تصورش ادامه داشت و اونقدری که از طرد شدن میترسید طرد نشد. باید یاد بگیریم مستقل از بقیه عمل کنیم و چارچوبای خودمون رو در زندگیمون داشته باشیم. در واقع اول مسائل رو به طور شناختی در ذهن خودمون تعریف کنیم و بعد به طور عملی دونه دونه اونا رو وارد زندگیمون بکنیم. دوستای عزیزم، در رابطه با اینکه ما چطور میتونیم یک تغییر اساسی رو در خودمون ایجاد کنیم، کلام خدا ما رو تشویق میکنه که این عمل رو انجام بدیم. اما چطور ما میتونیم که این تغییر رو انجام بدیم که از ذهن ما و از قلب ما سرچشمه بگیره؟ میبایستی که از خدا بخوایم تا اون تغییر رو در ما ایجاد کنه و تا این تغییر مثل اون لباسی که از تنمون بیرون میکنیم، لباس کهنه و قدیمی که اشاره به رفتارهای بد، عادات گذشته ماست توی زندگیمون، و اون لباس جدید یعنی که بر ذهن و قلب ما تأثیر میذاره، یعنی عیسی مسیح رو پوشیدن. اجازه بدیم که کلام خدا در ذهن و قلب ما تأثیر بگذاره، به این شکل ما تغییر کنیم و محبت خالص یا اون واژه آگاپه در زبان یونانی، محبت الهی رو توی زندگیمون تجربه کنیم، تا محبت ما همینطور که در اول قرنتیان فصل 13 آیه 5 میگه از روی خودخواهی و نفع طلبی نباشه، بلکه برای بنای دیگران باشه. این اساس زندگی ماست. اجازه بدیم به جای اینکه بخوایم توجه و احترام دیگران رو به سمت خودمون با محبت کردن به اونها جلب بکنیم، اجازه بدیم که محبت‌های ما از بالا شکل بگیره و محبت انسانی نباشه، چون که محبت‌های انسانی خودخواهانه است. به قول آگوستین میگه ما انسان‌ها به سمت خودمون خم شدیم، اما باید که ما اجازه بدیم که خدا محبت و عشق خودش رو در قلب ما جاری بکنه، تا بدون معامله، بدون توجه، بدون انتظار از دیگران به دیگران خالصانه محبت کنیم و محبت خدا رو به دیگران بدیم. این چیزی که خدا از ما انتظار داره. به امید روزهای بهتر و برنامه‌های جدید امیدواریم که بتونیم بیشتر در خدمت شما عزیزان باشیم. بدرود. همینطور که میبینیم دوستای خوبم، یک بار دیگه به پایان یکی دیگه از برنامه ها رسیدیم. خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو در مورد برنامه های خودمون بدونیم، همینطور انتقاداتتون رو. میتونید از یکی از راه های ارتباطی که وجود داره با ما تماس بگیرید. اگر شما هم یکی از کسایی هستید که با ما توی این سفر تغییر کردن و بیشتر نور و نمک شدن به خودتون تعهد دادید و با ما همراه شدید، لطفاً این رو موضوع رو با ما در میون بذارید. برای ما بنویسید که شما هم یکی از اعضای این خانواده هستید که دوست دارید طبق فرمان کلام هر روز بیشتر نور و نمک بشید. با ما این سفر رو به درون خودتون شروع کردید و با ما همسفر هستید. با ما در تماس باشید. شما رو به دستان پرمهر پدر می سپارم. خدا نگهدار. یک قطره از دریا تو باش، نور شو و نمک باش. دل را به دریا بزن، عزم سفر دارم تو را. در را گشا، در را گشا، صدها خبر دارم تو را. ساحل
خیشتن آگاه شد، فارغ ز هر اندیشه ای با من به این ساحل بیا، دستت به دستانم بده، با جان بیا با دل بیا، عاشق شو غمگین مباش، نوش شو نمک بپاش، چرخی میان ساحل و یک قطره از دریا تو باش، عاشق شو غمگین مباش، نوش شو نمک بپاش، چرخی میان